فراخوان کمیته مرکزی کومله به گسترش مبارزه و اعتراضات مردمی در دفاع از مردم مقاوم در کردستان سوریه. مقاومت شورانگیز مردم کوبانی در مقابل نیروهای خلافت اسلامی همچنان ادامه دارد. این مقاومت بخشی از مبارزه است که مردم کردستان سوریه قریب به 2 سال است در مقابل جانیان خلافت اسلامی و حامیان منطقه این نیروی ضد انسانی و ارتجایی به آن دست زدند. توده زنان و مردان آزاده در این بخش از کشور بحران زده سوریه با تمام توان در مقاومتی تا پای جان با روحی سرشار از امید به پیروزی با چهره های گشاده ناشی از حقانیت مبارزه‌ای که به آن دست بردن از حقوق اولیه خود، از امنیت خود، از حق حاکمیت مردمی خود دفاع می کنند. داعش که به آسانی از صد ارتش‌های پوشالی مجهز به مدرن‌ترین سلاح‌ها در عراق و سوریه عبور کرده بود، در مقابل اراده مردمی مبارز و حق طلب متوقف شد. نه جنگ روانی، نه کمک‌های بی‌دریغ دولت ترکیه و دیگر دولت‌های منطقه، نه باورهای ارتجاعی و تبعیضات جنون‌آمیز هیچ کدام نتوانستند داعش را از دیوار مردم مقاوم یک شهر عبور دهند. اما مقاومت مردم کوبانی ابعاد این مبارزه را از محدودهای یک شهر فراتر برده است. مردم کرد و نیروهای پیشرو و مترقی در ترکیه به خیابانها سرازیر شدند و در دفاع از مردم کوبانی دولت این کشور را که از پشتیبانان داعش است به چالش کشیدند و در این رویارویی تاکنون حداقل 18 قربانی و صدها زخمی دادند. در شهرهای کردستان عراق تظاهرات در دفاع از مردم کوبانی در جریان است و مردم این منطقه پیگیرانه خواستار حمایت صریح و قاطع و عملی حکومت محلی کردستان از مردم کردستان سوریه و از مردم کوبانی هستند. در کردستان ایران نیز زیر برق سرنیزه نیروهای انتظامی و تهدیدات نیروهای امنیتی رژیم اسلامی، مردم با راهپیمایی و تظاهرات به پشتیبانی از مقاومت کوبانی برخاستند. در بسیاری از کشورهای جهان، مردم آزاده و مدافعین جنبش عادلانه مردم کرد به خیابانها آمدند و صدای اعتراض خود را بر علیه قدرت‌های محلی و جهانی که چشم خود را بر جنایت‌های گروه اسلامی داعش بستند و نظارگر وحشیگری‌های آن هستند، بلند کردند. مقاومت شورانگیز مردم کوبانی در مقابل نیروهای جنایتکار خلافت اسلامی خمیرمایه این جنبش عظیم منطقه‌ای و جهانی شده است. این مقاومت در عین حال تا همین حالا دستاوردهای غیرقابل انکار و غیرقابل بازگشت ارزنده‌ای به جای گذاشته است. مقاومت مردم کوبانی سنگ محک دیگری شد برای اثبات ریاکاری آنهایی که به دشمنی با داعش تظاهر می کنند. این مقاومت چهره دولت آمریکا و قدرت‌هایی که داعش را چون ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی خود به کار گرفتند و اکنون منتظر شکست مردم کوبانی نشستند رسوا نمود. مردم دریافتند که همه این قدرت‌ها آنچه را که برای تامین رهبری و منافع خود در منطقه خطرناک می‌دانند، نه وجود نیروی مانند داعش که خود در به وجود آوردن و تقویت آن نقش داشتند، بلکه در گسترش روح مقاومت مستقل و انقلابی مردم برای کسب حقوق و آزادی‌های انسانیشان می‌یابند. برای دولت آمریکا مقابله با داعش ابزار نمایش قدرت در منطقه است، ابزار اعمال رهبری آمریکا بر سیاست و بر دولت‌های منطقه است. این مقاومت پته آنچرا که دولت ترکیه تلاش می‌کرد به عنوان پروسه آشتی مردم کردستان ترکیه را با آن بفریبد، روی آب ریخت و نشان داد که شوونیسم حاکم در این کشور در مقابل حقوق و آزادی مردم کرد تا چه اندازه کینه‌توز و سرسخت است. آشکار شدن چهره ریاکار جمهوری اسلامی نیز از دیگر دستاوردهای مقاومت در کوبانی است.
جمهوری اسلامی که بیش از دو سال از دولت سوریه را با سلاح‌ها و تجهیزات و تدارکات جنگی و کمک‌های مالی و اقتصادی تقویت می‌کند و نیروهای پاسدارش مستقیماً در دفاع از رژیم بشار اسد شرکت دارند، در حالی که ادعا می‌کنند که مدافع مردم کرد در سوریه است، امروز تحت عنوان اینکه گویا دولت سوریه از وی در این مورد درخواستی نکرده است و گویا مجوز حقوقی برای کمک به مردم کردستان سوریه را در دست ندارد، مانند دیگران انتظار شکست مقاومت مردم کرد در سوریه را می‌کشد. این مقاومت بسیاری از احزاب ناسیونالیستی را که سنگ رفع ستم ملی از مردم کرد را به سینه می‌زنند، اما حاضر نبودند مبارزه مردم کردستان سوریه و تلاش آنها برای حاکم شدن بر سرنوشت خود را به رسمیت بشناسند، ناچار کرد که برای جلوگیری از انزوای بیشتر در دفاع از مردم کوبانی شرمگینانه و با تأخیر موضع‌گیری کنند تا به عوض خود را از تیغ انتقاد توده‌ای رها کنند. اهمیت آنچه که امروز در کوبانی می‌گذرد، رواج روح مقاومت و ایستادگی در سطح کل مردم منطقه است و نگرانی دولت‌های مرتجع منطقه و آمریکا و همپیمانانش هم به همین لحاظ است. مقاومت مردم کوبانی حساب‌های دولت آمریکا و متحدینش را که این روزها در مقابل فشار افکار عمومی ناچار از انجام عملیات محدود هوایی بر علیه نیروهای داعش هستند، در هم ریخته است. با وجود مقاومت مردم کوبانی، آنها نمی توانند خود را قهرمان یک کتاز جبهه مقابله با داعش قلمداد کنند و علی‌رغم محدودیت‌های رسانه‌ای، مقاومت مردم کوبانی تلاش‌های ظاهرسازانه آنها را بر علیه داعش در نزد افکار عمومی جهانی به حاشیه رانده است. دولت آمریکا و همپیمانانش، دولت ترکیه و دیگر مرتجعین محلی منتظر شکست مقاومت در کوبانی هستند. آنها نمی‌خواهند این مقاومت درخشان سرمشق مردم منطقه باشد. آنها نمی‌خواهند در ورای دخالت آنها تحولی در منطقه صورت بگیرد. امروز در حالی که دولت ترکیه از هر سو دست‌اندرکار تقویت گروه اسلامی داعش است، راه را بر هر گونه کمک انسانی و کمک نظامی به مردم کوبانی بسته است. بدون شک اگر چنین ممانعتی در کار نبود، هزاران انسان شریف و انقلابی از کردستان ایران و عراق و ترکیه و از سایر نقاط جهان در یک همبستگی انسانی و انترناسیونالیستی راهی جبهه‌های این نبرد می‌شدند و با افتخار در این مقاومت عادلانه شرکت می‌کردند. در چنین شرایطی کوبانی و مردم کردستان سوریه عموماً به کمک و حمایت سیاسی و مبارزاتی برای بازداشتن دست دولت ترکیه در جلوگیری از سرازیر شدن این کمک‌ها به مردم مقاوم نیاز دارند. در حالی که مردم شریف از کرد و غیر کرد در ترکیه بر علیه سیاست‌های این دولت به پا خواستند، گسترش حمایت مردمی از مقاومت کوبانی و از جنبش عظیمی که در ترکیه بر علیه سیاست‌های دولت حاکم در جریان است، در کردستان ایران نیز امکان پذیر و ضروری است. کمره طی دو سال گذشته و در دوره‌ای که مردم کرد در کردستان سوریه به دفاع از امنیت و حق حیات و حقوق اولیه خود در مقابل نیروهای ارتجاعی پرداختند، همواره خود را پشتیبان این مردم و مقاومت عادلانه آنها دانسته است و مردم مبارز در کردستان ایران را به حمایت از این جنبش فرا خوانده است. امروز در حالی که مردم کوبانی از هر سو در محاصره نیروی ارتجاعی داعش و فشارهای دولت ترکیه قرار دارند، این پشتیبانی عاجل‌تر و ضروری‌تر نیز شده است. همکنون حرکت‌های مردمی در بسیاری از شهرهای کردستان ایران در حمایت از کوبانی در جریان است. کمال مردم کردستان ایران را به مبارزه گسترده‌تر در اشکال متنوع و در ابعاد توده‌گیر و همه جانبه‌تر در این زمینه فرا می‌خواند. کمیته مرکزی کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، 9 اکتبر 2014 میلادی.